بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان بینندگان و شنوندگان عزیز درود بر شماست با کلاس چهاردهم در خدمت شما حاضر هستم امروز ما ترجمه رکوع 13 سوره بقره را خواهیم خواند یعنی از آیه 105 سوره بقره آغاز خواهیم کرد. اولین آیات را تلاوت می کنم سپس ترجمه به زبان فارسی به زبان اردو خواهیم خواند ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ زَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون این رکوع 13 سور بقره است که حالا تلاوت کردم و الان ما ترجمه این رکوع را بخوانیم آیه اول این رکوع است یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب الیم یا ایها الذین ای کسانی که آمنوا ایمان آورده اید لا تقولوا مگوید راعنا راعنا وقولوا
و بگویید انظرنا یعنی بر ما نگاه بفرما و اسمعوا و بشنوید وللکافرین عذاب الیم وللکافرین و برای کافران عذاب عذابی است علیم دردناک یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید مگویید را اینه و بگویید انظرنا و بشنوید و برای کافران عذابی دردناک هست و آیه دوم است ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ما یود دوست نمی دارند الذین آنان کفروا که کافر شدند من اهل الكتاب از اهل کتاب ولل مشرکین و نه مشرکان ان ینزل علیکم من خیر ان ینزل که فرود آورده شود علیکم بر شما من خیر هیچ نیکی من ربکم از پروردگار شما والله یختص برحمته من یشاء والله یختص و خدا مخصوص می کند برحمته بخشایش خود من یشاء هر که را خواهد یعنی و خدا مخصوص می کند بخشایش خود هر که را خواهد یعنی برای هر کس که می خواهد بخشایش خود را مخصوص می کند والله ذو الفضل العظیم والله و خدا ذو الفضل یعنی خداوند خداوند ذو الفضل فضل دارد یعنی والله ذو الفضل العظیم و خدا خداوند فضل بزرگ الفضل فضل العظیم بزرگ و خدا خداوند فضل بزرگ است والله ذو الفضل العظیم و خدا خداوند فضل بزرگ است یعنی دوست نمی دارند آنان که کافر شدند از اهل کتاب و نمشرکان که فرود آورده شود بر شما هیچ نیکی از پروردگار شما و خدا مخصوص می کند بخشایش خود هر که را خواهد و خدا خداوند فضل بزرگ است ما ننسخ من آیا او ننسیها نعتی بخیر منها او مثلها ما ننسخ هرچه نسخ میکنیم من آیا از آیتی او ننسیها یا فراموش میگردانیم نعتی بخیر منها نعتی میاریم بخیرین بهتر منها از به او یا مثلها ماننده به علم تعلم آیا ندانسته ای ان الله على كل شيء قدير ان الله که خدا علا بر کل شه همین چیز قدیر تواناست یعنی هرچی نسخ می کنیم از آیاتی یا فراموش می گردانیم می آریم بهتر از به یا مانند به آیا ندانسته ای که خدا بر همین چیز تواناست علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض علم تعلم آیا ندانسته ای
اَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ که فرمان روای آسمان ها یعنی السماوات آسمان ها والارض و زمین از آن خداست و ما لکم و نیست شما را من دون الله بجز و یعنی بجز خدا من ولی هیچ دوست ولا نصیر و نا یاری دهنده آیا ندانسته ای که فرمانروای آسمان ها و زمین از آن خداست و نیز شما را به جز هیچ دوست و نا یاری دهنده ام تریدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ام تريدون آیا می خواهید ان تسألوا که سوال کنید رسولكم پیغمبر خود را پیغمبر خود را کما چنان که سئل سوال کرده شد موسی من قبل پیش از این یعنی آیا می خواهید که سوال کنید پیامبر خود را چنان که سوال کرده شد موسی پیش از این و من یتبدل و من یتبدل الکفر بالایمان و من یتبدل و هر که بستاند الکفر کفر را بالایمان عوض ایمان فقط پس زل سوا السبیل فقط پس هر آینه زل گم کرد سوا السبیل راه راست را آیا می خواهید که سوال کنید پیامبر خود را چنان که سوال کرده شد موسی پیش از این و هر که به ستاند کفر را عوض ایمان پس هر آینه گم کرد راه راست را ود کثیر من اهل الكتاب ود دوست داشتند کثیر بسیاری من اهل الكتاب از اهل کتاب لو یردونکم که کافر گردانند کم شما را لو یردونکم که کافر گردانند شما را من باده بعد از ایمانکم ایمان شما کفارن کافر یعنی کافر گردانند لا یردونکم من بعد ایمانکم کفارن آیا گردانند یردونکم گردانند من بعد ایمانکم بعد از ایمان شما کفارن کافر و ترجمه فصیح این طور می باشد که کافر گردانند شما را بعد از ایمان شما حسدن من عند انفسهم حسدن به سبب حسد من عند انفسهم از نزد نفوس خود من بعد ما تبین لهم الحق من بعد پس از آن که ما تبین واضح شد لهم بر ایشان الحق حق و ترجمه فصیح اینطور می باشد دوست داشتند بسیاری از اهل کتاب که کافر گردانند شما را بعد از ایمان شما به سبب حسد از نزد نفوس خود پس از آن که واضح شد بر ایشان حق فعفو و بخش دیگر این آیه این است فعفو وصفه حتی یاتی الله بی امرهی
فعفو پس در گزرانید وصفهو و رو بگردانید حتی تا یعطی الله بیامریهو تا آرد خدا فرمان خود را. یعنی پس در گزرانید و رو بگردانید تا آرد خدا فرمان خود را. ان الله علی کل شیء قدیر. ان الله هر آینه الله خدا علی بر کل شیء همین چیز قدیر تواناست. پس در گزرانید و رو بگردانید تا آرد خدا فرمان خود را. هر آینه خدا بر همین چیز تواناست. و آیه بعدی است و اقیم الصلاة و آت الزکات و اقیم الصلاة و برپا دارید نماز و آتو و بدهید از زکات زکات را و برپا دارید نماز را و بدهید زکات را و ما تقدمو لانفسکم من خیر و آنچه پیش می فرستید و ما تقدمو و آنچه پیش می فرستید لانفسکم برای خود من خیر از نیکوکاری تجدوه خواهید یافت آن را عند الله نزد خدا ان الله بما تعملون بصیر هر آینه خدا به آنچه میکنید بیناست ان الله هر آینه خدا به ما به آنچه تعملون میکنید بصیر بیناست و برپا دارید نماز را و بدهید زکات را و آنچه پیش میفرستید برای خود از نیکوکاری خواهید یافت آن را نزد خدا هر آینه خدا به آنچه میکنید بینا است و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا و قالوا و گفتند لن يدخل الجنه هرگز به بهشت در نیاید الا مگر من کان هودن آنکه یهود باشد او نصارا یا مسیحی باشد یعنی و گفتن هرگز به بهشت در نیاید مگر آنکه یهود باشد یا مسیحی باشد تلک امانیهم این ارزوهای باطلی ایشان است قل بگو هاتو برهانکم ان کنتم صادقین هاتو آرید برهانکم دلیل خود را ان کنتم صادقین اگر شما هستید صادقین راست بود یعنی گفتن هرگز به بهشت در نی آید مگر آنکه یهود باشد یا مسیحی باشد این ارزوهای باطلی ایشان است بگو آرید دلیل خود را اگر راستگو هستید و آخرین آیه است بلا من اسلم وجهه لله بلا آری من اسلم وجهه هر که منقاد کرد روی خود را لله برای خدا و هو محسنون و وی نیکوکار باشد فله اجره پس پاداش او عند ربه نزد پروردگارش است فله اجره عند ربه پس پاداش او نزد پروردگارش است ولا خوف علیهم ولا و نیست خوف ترس علیهم بر ایشان ولا هم یحزنون
وَلَا وَنَا هُمْ ایشون یحزنون اندوهگین شوند. آری هر که من خواد کرد روی خود را برای خدا و وی نیکوکار باشد پس پاداش او نزد پروردگارش است و نیست تس بر ایشون و نه ایشون اندوهگین شوند. بینندگان شنوندگان عزیز، این رخو یعنی رخو 13 سوره بقره که امروز شروع کردیم تمام شد. الان از شما اجازه میخوام، انشاءالله دوشنبه هفته آینده باز در خدمت شما حاضر خواهم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.